A torrent of angry and malignant passions will be let loose. To judge from the conduct of opposite parties, we shall be led to conclude that they will mutually hope to evince the justness of their opinions and to increase the number of their converts by the loudness of their declamations and by the bitterness of their invectives. An enlightened zeal for the energy and efficiency of government will be stigmatized as the offspring of a temper fond of despotic power and hostile to the principles of liberty. An over-scrupulous jealousy of danger to the rights of the people, which is more commonly the fault of the head than the heart, will be represented as mere pretense and artifice, the stale bait for popularity at the expense of public good. It will be forgotten, on the other hand, that jealousy is the concomitant of violent love, and that the noble enthusiasm of liberty is too apt to be infected with the spirit of narrow and illiberal distrust. On the other hand, it will be equally forgotten that the vigor of the government is essential to the security of liberty, that in the contemplation of a sound and well-informed judgment, their interests can never be separated. باز اینجا همون ادامه حرفای گذشته شو توی این مقاله فدرالیست یک داره میگه که بعضی وقتا این آدم ها از روی خیرخواهی ولی از روی این که نمیدونند و یا شاید بعضی هاشون هم مقصود و غرضی دارن میگن که این قانون اساسی فدرال رو قبول نکنید و کینه‌جویی میکنند یا فکر میکنن اگه بلند داد و بیداد بکنند یعنی حرفشون درسته که اینجوری نیست. حالا بذارید واژه ها رو نگاه بکنیم. Torrent یعنی سیلاب، سیلی است. Angry، عصبانی. Malignant، malignant کینه‌جو، بدخواه، سرکش. Passions، هوس‌ها، احساس‌های تند. Will be let loose، رها میشه. برای این اون بالا سیلاب رو استفاده کرد، انگار یک سیلابی از کینه‌جویی و عصبانی هستش که به طرف ما میاد و میخواد تمام این حرفایی رو که ما میزنیم بشوره و ببره. To judge یعنی قضاوت کردن. Conduct رفتار. Opposite parties گروه های مخالف. Conclude یعنی نتیجه رسیدن و گرفتن، نتیجه گرفتن. Mutually متقابلن. Hope to invince امیدواریم که میخوان که متقابلن ابراز بکنند، امیدوارند که متقابلن معلوم بکنند. Invince یعنی ابراز و معلوم کردن. Hope هم که میتونید یعنی امیدوار بودن. Justness، حقانیت، درستی. Their opinions، عقایدشان. To increase یعنی اضافه کردن به تعداد. Converts، کسایی که تغییر مذهب میدن یا عقیده، اینجا منظورش بهش میگن convert. ولی چون قبلا مثال زده بود که بعضی ها این سیاست و شبیه دین میبینن، برای این داره میگه convert استفاده میکنه، میگه که اینا تغییر عقیده دادن، شبیه اونایی هن که تغییر دین دادن. By the loudness، بلندی و داد و بیدادی. Loud یعنی بلند. Loudness of their declamations. Declamations همون جمع دکلمه است، خب خوشخوانی. اینا فکر میکنن اگه بلند دکلمه بکنن و عربده بکشن ماها اونجوری بیشتر عالیمون میشه.
bitterness, تلخی و تندی of their invectives. Invective یعنی زیر محرک یک چیزی، مشوق یک چیزی. Enlightened یعنی روشن فکری، zeal شوق، حرارت، انرژی که همون توانایی و کارمایه است، efficiency کارایی. Stigmatized یه داغ ننگی بهش بزنند، stigmatized. Offspring زاده، اولاد. اینجا چون بخواد معنی منفی بهش بده، انگار حالت میگه طولش، طوله، temper خلق و خوی بد، خشم. Fond of علاقمند به، despotic power قدرت مستبدانه، despotic یعنی مستبدانه. Hostile دشمنی، دشمن، مخالفت. To the principles of liberty اصول آزادی، principles اصول، liberty آزادی. Over scrupulous یه چیزی که زیادی حد از ناشی از وسواس و زیادی وسواس نشون دادن. Jealousy که همون حسادته، ولی اینجا بد نظریه. گفتم بعضی از این واژه های مال دو قرن پیش و آدم اگر ریشه انگلیسیشو بدونه و ریشه لاتینشو بدونه بهتر درک میکنه که اینا چرا بعضی این واژه ها رو استفاده میکنن. Danger خطر. Rights هم که میشه حقوق. Fault خطا و اشتباه، ای به چیزی خطا. Head and the heart یعنی از جای قلبشون، جای سرشون، از قلبشون استفاده میکنن، با احساس به یه چیزی نگاه میکنن چون اینکه منطقی. Represented نمایش داده شده، نمایان شده. Pretense یعنی تظاهر، بهونه، ادعا. Artifice نیرنگ و تزویر. بعضی وقتا میشه مهارت. Stale bait stale یه چیزی که مونده باشه، بیات باشه. میگه تو اون تومه که استفاده میکنن، bait میمیرید ماهی میگیرید، bait استفاده میکنید، تومه استفاده میکنید، میگه حتی اون تومه های مونده رو میارن که یکیش از popularity این محبوبیت و مردم پسندی میشن، خودشون رو شیرین میکنن. At the expense of public good هزینش چیه؟ منفعت جامعه است. چون اینا قدیما میگفتن هر کسی اول میاد و به مردم میگه ما هرچی بخواید بهتون میدیم، بعد که قدرت رو به دست گرفت دیگه مواظب باشید، همون دیکتاتور مستبر خواهد شد. Will be forgotten فراموش خواهد شد. On the other hand از طرف دیگه، طرف دیگه قضیه، جلسی رو که گفتیم بدنظری و بدنیتی، حسادت. Concomitant پیوسته و همایند. Concomitant of violent love violent یعنی قاهرانه، شدید، خشمگین. Noble آزاده و اصیل. Enthusiasm شور و ذوق. Infected یه چیزی که آلوده باشه، مبتلا باشه، بهش میگن infected. The spirit of narrow spirit که همون روحیه میشه اینجا. Narrow باریک نگری، باریک و کوته فکری. مثلا یه خیابونی که باریکه بهش میگن narrow، ولی اینجا منظورش باریکی و کوته فکری فکریه. And illiberal هم اینجا میشه همون حالت کوته بین. Distrust سوء زن. این لغت لیبرال و ایلیبرال بعدم باش خیلی سر کله خواهیم زد. ایکولی متساویان به همان اندازه. فورگاتن فراموش می شود. ویگر یعنی توانایی، قدرت. این لغت هم خیلی استفاده میشه در اون زمان. اسنشل ضروری security حفاظت. contemplation تأمل و تفکر.
ساوند اینجا منظورش بی ایبه. ساوند اصولا معنی صدا میده ولی اینجا بی ایبه.